بر بنیاد گفته های والی کندوز همکنون نزدیک به 5000 هزار افراد مسلح غیرقانونی در این ولایت فعالیت دارند. والی کندوز گروه های مسلح غیر قانونی در کندوز را به ربودن، قاچاق مواد مخدر و آزار و اذیت مردم متهم میسازد و تأکید می ورزد که حلقه های در دو کاخ حکومت از این افراد پشتبانی می کنند. یک گوشه حکومت این را رد کند. و یک گوشه حکومت اینارا حمایت میکن ولی کندوز گروه های مسلح غیر قانونی را خطرناکتر از حراس میداند و میگوید که این افراد در سقوط دوباره بخش های از شهر کندوز نیز نقش داشتند. حتی از مرکز تر ما از, 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 بسیار جای کلان کلان صدا شده. که سالای ازیا باید پست داده شود یه نباید. خب دیگه ماین کلا گیره. شخص هم, هم متهم نمیکنیم. ولی شخص باش مصدق کرده دیگه. اشخاص صدا کرده کی یا از از وکیلا گرفته اتا تا وزیر را صدا کرد. در این میان نمایندگان مردم کندوز در شورای ملی درباره موجودیت افراد مسلح غیرقانونی چنین میگویند. در یک سال دو مرتبه قندز به یک فاجعه بزرگ انسانی اقتصادی که تبدیل کرد افراد مسئله غیر مسئول نبودند بلکه طالب بودند ازدیاد طالب عدم عملیات گسترده به خاطر پاکسازی به خالفین ای باعث بدامنی و باعث تشویش نگرانی برای مردم قندوز شدگی است گروه های مسلح غیر قانونی سالیانی دراز است که در بخش های از ولایت کندوز بیشتر در ولسوالی های خان آباد و قلعه زال این ولایت فعالیت دارند